بله سه تا دارم. دارن الان؟ ها سه تا الان بلی نشتم. ها سیگو جادوی؟ نو حالا جادوی هم سیبری وقتی که عکسش میبینید اول میبینید چطور پرند خوشگل زیبا و یک حالت الگانس به انگلیسی میگن داره که واقعا لذت داره فقط مشاهده کردن اونا چطور راه میرن چطور سرشون میذارن بالا و پایین و بعد رفتارشون خیلی جالبه. بیا پایین. الان میبینی؟ الان اونو میبینی؟ دنا میبینی؟ دورنای سیبری در واقع به عنوان یکی از پرنده هایی که در حال حاضر در جهان نسلش با یک خطر بزرگ مواجه شده و داره به شدت کاهش پیدا میکنه و از اونجایی که خب به عنوان یک پرنده که دارای در میشه گفت در فرهنگ مردم بسیاری از مردم ها تقدس خاصی داره، زیبایی های خاص و رفتارهای ویژش به انضمام این که به عنوان یک گونه شاخص از سلامت در واقع اکوسیستم ها خبر میده حائز اهمیت هست. اونا پرنده های زیبایی هستن. دورنای سیبری هستن دورنای یکی رو به اونگل هست. دورنای های سیبری خیلی قشنگ هستن. سیبری زندگی میکنن زیر اقیانوس منجمد شده. اینا از خورج میان اولا از شوروی میان اولا از کجا میان؟ میگیم خبر ندیم اونا از کجا میان. بعد اونجا وقتی خیلی سرد میشه دیگه نمیتونن زندگی کنن چون که یخ میزنن. بعد اونجا از زیر آب میان بالا میان مثلا میان به ایران یا میرن. سفیده اونا گردن بلندی داره، چک بلندی داره. اونا راه رفته هم که مثل شدرمغ راه میره. اینا نمیشه اصلا اینا رو گرفت. اگر یه نفر آدم بیرم باشه که اینو با تیر بگیرم، تیر بزن، تیر بگیرم. شبیه دلقه که یه ذره یه ذره هم زیبا هست. ما خیلیشو دیدیم دلقه دوازده و بیست رو دیدیم. ما دونا رو می‌دیدیم ولی روی شمارش نگاه نمی‌کردیم. همدید مثل پرنده‌های دیگر می‌آمدن، ما هم همونجور به همون روال اونه نگاه می‌کردیم. شست به این طرف که ما متوجه حال این دونا که شدیم به شمارش پرداختیم. دیدیم حدود تمام این آیشار که ما گشتیم دیدیم حدود 13 تا دونا هست. این 13 تا دونا سال بعدش تا 2-3 سال همون 13 تا بودن. بعد از 2-3 سال که گذشت تا سال 60-63 دیدیم یواش یواش شد 9 تا. چند تاش کسر اومد. از چند سال اخیر که دورنا از سیبری یا همون روسیه مهاجرت میکنن میان ایران معمولا دیگه تعدادشون رسیده به 2 یا 3 عدد. الان که 3 تا پارسال 3 تا اومدن، یکی هم که امسال دست آموز بود اینجا داشتن، اینا هم قاطی این کردن امسال 3 تا اومدن. 2 تا اومدن، 2 تا اومدن با یکی شد 3 تا. قبلا هم می اومدن، سالهای قبل شد 10 سال پیش 20 سال پیش می اومدم ولی کسی نمیدونست این چیه. 13 تا 14 تا 20 تا کمتر بیشتر می اومدم ولی کسی نمیدونست. از اون 13 14 دورنایی که شاید در سالهای 57 58 وارد این منطقه می شدن، تنها امسال ما 2 دورنا رو داشتیم که
وارد منطقه شدن و توجه جهانی رو هم به خودشون اختصاص دادن، از این جهت که نسلشون شدیداً در حال خطر هست. دورنها مسیرهای مشخصی رو برای مهاجرت دارن که از منطقه زادآوریشون که در سیبری هست در واقع طی میکنند. یکی از اون مسیرها در واقع مسیری هست که از کشور پاکستان میگذره و وارد در نهایت میرن و در کشور هندوستان ساکن میشن. این مسیر به دلیل اینکه شکار دورنا در پاکستان به عنوان یک سنت به حساب میاد، یکی از پرمخاطرترین مسیرها بوده و نتیجه این شکار حالا سنتی که وجود داشته این شده که امروز شاید 3 سال باشه که در ذخیره‌گاهی که در هند سابقا برای زمستان گذرانی سکونت پیدا می‌کردن دیگه دیده نشد. فقط 3 تا اینجا از اون 12 تا که من اول 25 سال پیش منم مشاهده کردم، اینا الان فقط از این دستی فقط 3 تا تو این دستی دست غربی که میگین Western Siberian Crane Flock مونده هست و در چین البته 3000 تا تقریبا بیشتر هستن. حالا به توسط باد بارون یا طبیعت چطوری که نسلش به انقراض کردیش الان حدود 3 تا هست و 2 سال 3 سال هست که شدن 3 تا همش توی چیزا جنگلا همش خونه ساختن، درخت ها رو قطع کردن با چوب، شالیزا همش درست کردن توی تالابا، به خاطر همین دیگه اونا نمیتونن. 67% انقراض هایی که امروز اتفاق میفته به خاطر تخریب زیستگاه است. دورنای معمولی، خاکستر دورنای، دورنای سیبری، دورنای تناز، انسان و دورناهایی هستن که در معمولا در ایران هستن. خودشون در میرن و تور میزنن، میخصن که بعدم پرواز میکنن. دورنای سیبری یه رقص خیلی زیبایی دارن که معمولا اون رقص رو در محل زندگی خودشون انجام میدن. الان باش اینجا رنگ بزن خودت تو هم میخصن. اینقدر خوشگل بودن، خوب بودن. تار میزنن، یکی دیگه تار میزنه، یکی دیگه داره میرقصه. به هر کسی صدایی میشید دیوانه میشود. رقصشون خیلی قشنگه، بعد جمع میشن با مثلا یکیشون میره وسط میرقصن. همین دو تا بودن، یکی الان این کوچیک دینی
در منطقه فریدون کنار که از شاید 27-8 سال گذشته اینها تعدادی از این جمعیت اندک جهانی برای زمستان گذرانی به این دامگاه ها که ساخته دست کشاورزان بوده و درش صید سنتیشون ادامه داره حرکت میکردن و میومدن برای مهاجرت زمستان گذرانه. دورناهایی که به ایران مهاجرت میکنن فقط توی فریدون کنار میان، در هیچ جای دیگه ایران نمیان. یک عده مردم محلی و بومی که نسل به نسل، یعنی مثلا 6-7 نسله که این دامگاه ها رو که بخشایی از زمین های مجاور به زمین های کشاورزی هست و به شکل دستی درختانش حفظ شدن یا اگه درختان جنگلی قدیم بودن اینها احیا شدن. یه عده افراد سینه به سینه این کار رو ادامه میدن و با روش های خاصی که به صید مرغابی یا کلک مرغابی موسوم هست بدون کوچکترین سرصدایی اقدام به غذادهی به پرنده ها در فصل زمستان و همچنین برداشت در حد ظرفیت مجاز به شکل سنتی این کار صورت بده. این محل شالیساران خیلی مثل محل ویتلند طلب های مصنوعی میشه حساب کرد هستند و هیچ جا در دنیا از اینا ندارند، فقط در فریدون کنار ما اینا پیدا کردیم که فقط فریدون کناری میتونند این دامگاه ها اینطوری تو شالیسار بسازند که و این نوع سید دارند. دو ما نوعی سیدی هستش با اردک های محلی دست آموز. چیزی هست که از قدیم حالا از نسل پدران ما هستش، حالا معلوم نیست 200 ساله، 100 ساله، 300 ساله چقدره مشخص نبود. این به همین سنتی که الان هستش همین کارا رو از همون وقت از ارث پدری به ما رسیده، همین کارا ما هم الان داریم انجام میدیم. حالا یه این اردکای محلی ما جفتی بودن 6 تومن تا 7 تومن میخریم میاریم اینجا. قبل از اینکه پرنده بیان اینا یه ما آموزش میبرن اینجا، از اینجا پروازش، بعد نوع غذایشون گندم و تخم جارو این چیزا رو میدیم به اینا که از اون سبوسی که میخورن از اون حالت بیرون بیان به حالت پرواز در بیان. اینا میاریم یه آموزش میدیم، بعد یه آموزش دادیم پرنده که اومدن از آموزش پرواز میدیم همراه اینا، چون نوع اردک مثل همین دیگه همراه اینا اونو گل میخورن میان تو این خزانه میشینن. اونه که محلی هم خودشون آزاد میشن، اونه که وحشی هم گرفتار میشن. اونطور منطقه هم که این منطقه هم ممنوع شکار و تیراندازی شده و هم این منطقه هم سوخرود هم فریدون کنار. امنتر از منطقه دامگاه جای امنتر از این نیست. اینا هم حیوان باهوشی هستن، جایی که امنیت داشته باشی میان اونجا، امنیت نداشته باشی که نمیان. این دامگاه ها که سازش ساختنشون تقریبا سخته. شما میبینید اینجا چی تشکیلات داره، اینجا تمام اینا دیوارها و توره ها اینجا و آب بیاری و همه اینا باید یک دو ماه کار کنند قبل از پرنده ها میاد که این محیط دامگاه ها حاضر باشه برای پرندگان و این همین
باید سرمایه گذاری هرشون میکنند. هیچ کسی بهشون قبلن و حتی حالا پشتبانی نمی کنند و حالا میگن که این خیلی سخته. حالا این کار سنتی این چیزی هست که سرسده نباید باشه اصلا. صدای من جو مخوام تر صدا کنم باید سود بم سود بکشم. این که اردک پر میده نباید سیر بخوره، نباید پیاز بخوره، اینا بویش اساسیت دارن، اینا بویش میفهم میپر میره، این نمیتونه سید بکنه تا غروب باید علاف باشه. سیگار هم تا تو نمیست باشه بکشه. از این طرف اگه باد بیاد کسی این طرف اگه دوما داره بوی اونو نمیفهمن، بلند میشه میره. حالا اینا گفتن چجوری اومدن اینا درست کردن، فهم گفتم اینا ما که نمیبینیم، اینا قدیمی ها بودن اومدن اینا درست کردن. گفتم مثلا ما اومدیم کومه که اونجا داره، ما توش اردک پر میدیم، بهش گفتم، گفتم اگه اینو میبینی، گفت آره. گفتم اگه یک کمی تقریبا 5 سم 10 سم بکشیم این بدتر اون بدتر، نمیدونم موقعی بگیریم این اردک پر میدیم، اون مرغابی ها مثلا نمیدونم چه حرکات اینجا نشون میده، اونا بلند نمیشن که ما بیایم بگیریم. مثلا باید دنبال عمو بریم، اینا قدیمی ترن، بریم بابا کار ما اینطوری شده، نمیدونم چه جوریه، پرنده نمیاد، اینو باید بیاد. حالا اینا بهتر از ما میدونن، میان جاش تقریبا تغییر میدن، درست میکنن، میگن جاش اینجا بوده فلان اینا. حالا میبینیم مثلا روزی 10 تا 20 تا 15 تا بعد از درست کردن اینا ما میگیریم. اگه جابجا یا مثلا کسی بره دش بینی مثلا جای ما رو خراب کنه، ما دیگه نمیتونیم جایشو بگیریم. دو طرف این به این شکل، دو تا دور و داخلش به همیشه پوشیده میشه، تن چوب بسته میشن، اینها چوبایی که گفتم به این شکل بسته میشن، این کاملا نمود دامگاه رو به این شکل پیدا. ولی اگر شالیسار نیستن، دامگاه نیستن، اینا با هم بستگی با هم هستن که شالیساران همه در کیلان مثل که این دامگاه ندارند، فقط در اینجا که شالیسارا که دارند برای سمستان یک درآمد و تفریح و یک کار برای جوانانم بود که میتونستند از موقع سمستان که کشاورزی کار نداره از اون موقع یک سود بگیرن. بعضی درخت ها که فرسوده میشن از بین میرن، به جاش نال دیگر میکارن، اون منطقه حفظ میکنن که کسی جرأت نداره بره یه شاخه درخت رو قطع بکنه. اگر هم میخواد شاخه درخت رو بجز همون دامگادار شاخه درخت مزایم ایشون بشه، این میتونه خودش اینو ببره به جایی که دیگر نال بکنه که اذیتش نکنه. اگه درخت نداشته باشه، زمین بایر باشه، نمیتونه دامگاه داشته باشه. دامگاه باید حتما پوشش درختی داشته باشه. دورنه‌ها به خاطر خصوصیت هایی که دارند شاید بشه گفت خیلی مشکل پسند هستند، هر جایی رو برای اقامت نمیپذیرند. در واقع این میتونه یک عاملی باشه که خدمت رو نرس کنم حضور پرنده های دیگر رو در این منطقه تسهیل بکنه و اونها رو هم بهشون این نوید رو بده که نه، امنیت برقرار هست، بقیه شرایط زیستی حضور داره و پرندگان زمستان گذران میتونن بیان و در این منطقه زمستان گذرانی بکنن. به جز دورنه سیبری اینجا مرغابی، چند گونه های مختلف، سرسبز، بیردشت به فارسی، پهنه، چنگر، حواسیل ها، چند نوع حواسیل های کوچیک، بزرگ، حواسیل بزرگ مثل دورنه های سیبریه و بعضی وقت از اینا قاطی می کنند یا قبلا قاطی کردم با دورنه های سیبری، وقتی از دور همین شکل و همین رنگ هستند. نمی سروه، خرج زیاده، هزینه زیاد داره، به خاطر این نمیشه. حالا منم عموی منم بود، اونم که خودش کشیده کنار، الان منم که الان دو سال نمیرم. تو حال رفتن این دامگاداریشون وقتی که درآمدشون دیگه قبول فایده نداره.
نگهداران پرنده در حریم خصوصی خودشون هستن. درسته که برداشت میکنن. ولی اگه همه اینها بیان همین چند تا درختی رو هم که اینجا کاشته شده و حدود 10-20% اراضی اینجا رو جنگل کاری کردن، این رو هم اگه قطع بکنن، پرنده همین که پناه خودش از دست بده اینجا رو ترک خواهد کرد و اصلا آبگیرهای این کشور رو ممکن ترک کنه. سیکای اون زمان فامیل ما داشت سیاه بود، هم یک چش کور بود هم گردن توغ داشت. این رفت همراه اینا، رفت این همراه وحشی رفت. سال دیگر 9 تا بچهش آورد همون داخل همون سیدگاهی که قبلا بود، همون سیدگاه ما تور انداختیم، 9 تا بچهش گرفتیم و مادرش هم موند، همون داخل هم اهلی بود. اول من فقط با سیبایی دورنا اومدم تو این محله، تقریبا 25 سال پیش اینجا رفت آمد میکنم برای مشاهده کردن از این جامعه دورناها. ولی بعد پرنده ها دیگه هم هستن، وقتی من همین جانورشناس که هستم ترجمه کردن چطور جای دامگاه ها که دامگاهداران درست میکنن برای خود سیدشون که از 200 سال پیش شاید از پدرهای بزرگ پدرهایشون یاد گرفتن، این روش سیدشون همین اون خیلی جالبه که به خاطر اون که این دامگاه ها میسازند خیلی مهمه که اینجا برای پرنده ها درست میکنند. فکر کردیم که اگر میتونیم یک پشتبانی این روش سیدشون بکنیم، این دامگاه ها نگار داریم برای این سمستان گذرانی همه پرنده ها آبسی. یک گروه انجمن دورناهای به حمایت دورناهای سیبری تشکیل کردیم و همکاری مردم از دامگاهداران همه عضوش که شدند همکاریشون خوب شده و بهشون آگاهی دادیم که چطور کار اصلیشون خوبه، نه فقط برای سید ولی برای نگار داشتن این دامگاه ها. و دامگاه ها اگر ندارند پرنده ها کجا میرن؟ خب خیلی وقت پیش هیچ پشتیبانی به جز طرفدار این کارهاشون نبود تا از سازمان ملل اون صندوق کوچیک عمرانی مثل باز کردم برای تشکل‌های مردمی. و اون موقع ما تو انجمن حمایت به دورناهای سیبری ما پشتیبانیشون فکر کنم اولین 2 نفر بودیم، 2 تشکل بودیم که این پشتیبانی می‌گرفتیم. اول قرار بود برای 1 سال ولی اون 3 سال ادامه میداد وقتی که ما میخواستیم کار کنیم و پشتیبانی دیگه که نداشتیم، تا من بعد پشتیبانی دیگه از طرف فنلاند گرفتم، پیشتر برای سرشماری پرندگان و حفاظت این هر جوری که فکر کردی که حفاظت این کار مردمی میتونیم داشته باشیم که در اونجا واقعا میهاند که این پرنده ها که در شمال دنیا یک عده همه این گونه ها میاند به فنلاند، اینجا سمستان گذرانی جا داشته باشه. فکر میکنیم توریسم طبیعت، طبیعت اکوتوریسم اینجا میتونه یک اضافه درآمد به مردم بیارن. اگر فعالیت های ما در رابطه با محیط زیست و طبیعت و حیات وحش همین روند امروزی رو داشته باشه، دیگه حضور دورناها ها رو نبینیم و این خب جای بسیار بسیار تأسف خواهد بود. فکر کنم امسال که ست آمده سال دیگه یک آرزو دارم یه بار دورناها رو ببینم همشون. موقع که میخوام برند واقعا برای انرژی جمع کردن به بدنشون خیلی مهمه که یک مدت چند روز واقعا خیلی
تمام وقت فقط میخورن، تقصیر میکنن که معلومه وقتی که این کار میکنن آرشون آمادگی میکنن برای ترک کردن. خب فصل اینجا موندنش رد شد دیگه، باید حتما برن. آقا اینجا گرما میاد، اونو سرما میخوان، جای سرما میرن. اونا خودشون میان استراحت میکنن، غذاشون میخورن میرن. یه سن این شیش ماه مهمون ما هستن اینجا استراحت میکنن. زمستان جوره هستن تو گلن راهشون، ولی تو حال رفتن جمع میشن و حرکت میکنند از یک گلن رو که از اونجا میرن بالا. تو همین روز آفتاب باید باشه که هوا جریان داره که اونا مثل هوا میرن بالای گلن روشون و سر صدا که میکنند، خیلی مثل خداحافظی هست. شاید 20 تا دور میزنند و میرند. کجا؟ تو سیبری که تو رودخونه اوب تقریبا 5000 کیلومتر از فریدون کنار راه مهاجرتشونه. من آرزو دارم بزرگ شدم ببینمشون. آرزو دارم که دورناها بیان ایران اونا رو ببینم. اگه ما بتونیم محل زندگیشون رو حفظ کنیم میان، 100% میان. والا چندین سالی که ما اونجا سیدگاه داریم هر سال میان، امکان نداره که نیان. 60 سال الان 73 سال سن منه. من سال 12 سالگی سیدگاه بودم تا الان 4 سالگی واگذار کردم به پسرم. هر سال اومده. یک داستان که دارم از رفتنشون که چطور رفتارشون جالب بود. من دیدم که رسیدند تو فریدون کنار همین ساعت 9:00 صبح، فکر کنم 5 مارچ 15 اسفند بوده که 9 تا اون سال هنوز 9 تا پرنده ها دورنهای سیبری بودند، ولی من فقط 8 تا دیدم. 3 تا جدا اینجا و 5 تا اونجا با هم بودند، ولی دیدن که اینا مثل جمع شدند برای رفتن، ولی اون 3 تا هنوز خبر نداشت. البته بعد دیدم حتما یک رئیسشون صدا کرده که اینا سه تا آمدند و بعد وقتی که با هم بودند مثل سرباز اونطوری وایستادند و برای نمیدونم 3 دقیقه 4 دقیقه خیلی طولانی به نظر من بود که منم با دوربین اونجا نشستم. بعد یک دفعه اینا رفتند و دیدم که خب اینا الان میرند و یکی کجا هست، اونا گم شد، ولی اینا رفتند و دور زدند. البته دیدن که یک سه تا دوباره رفتند جدا. فکر کنم الان دیگه نمیرند. چرا؟ البته اینا موندند، این 5 تا، بعد دیدن 6 7 8 9 تا بودند. یک دفعه دیدن که والا او سه تا رفتند دنبال او یکی که جا نمیمونه. Da-d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 a